مسافرانی که از ایران به بریتانیا سفر می کنند باید خود را برای 2 هفته در قرنطینه آماده کنند. تمام مسافرانی که از ایران و بخشهایی از ایتالیا به بریتانیا می آیند باید 2 هفته در قرنطینه بمانند، چه دارای نشانه های بیماری باشند و چه نباشند. پیشتر این توصیه رسمی برای مسافرانی بود که از شمال ایتالیا، کره جنوبی و چین به بریتانیا می آمدند. حالا ایران هم به این فهرست اضافه شده. این کشورها بیشترین شماره مبتلایان به ویروس کرونا و سریع‌ترین روند ابتلا را دارند. دانش آموزانی که برای تعطیلات میان ترم به یکی از این کشورها سفر کردند، باید برای 2 هفته در قرنطینه باشند. همینطور اگر اعضای خانواده آنها با کسی که در چند هفته گذشته از این کشورها به بریتانیا آمده تماس نزدیک داشتند، باید خود را قرنطینه کنند. روز گذشته مدرسه خصوصی در بریتانیا شاگرد ایرانیش که در تعطیلات به ایران سفر کرده بود را به خانه برگردانده و از همه خانواده ها خواسته تا برنامه سفرهای آینده ایشان را هم با مدرسه در میان بگذارند. جان سنو یکی از خبرنگاران و مجریان تلویزیون شبکه 4 بریتانیا که هفته پیش برای تهیه گزارش به ایران رفته بود، پس از بازگشت خود را در خانه اش قرنطینه کرده است. برای اینکه در 4-5 روز گذشته ایران بودم، الان خودم رو قرنطینه کردم و نباید جایی که مردم هستند و شلوغ هست برم. با اینکه در زمان اقامتم در ایران به مناطقی که این بیماری بیشتر دیده شده نرفته بودم، ولی با این حال برای 2 هفته در قرنطینه خواهم بود. هیچ نشانه ای از بیماری هم ندارم و خب در خونه موندن برای آدمی مثل من سخت و خسته کننده است، ولی چاره ای نیست و فعلا در خونه میمونم. در چندین مدرسه در بریتانیا موارد مشکوکی از ویروس کرونا دیده شده که در نتیجه گروهی از دانش آموزان و کارکنان مدرسه برای 2 هفته به خانه فرستاده شدند. بیشتر این افراد کسانی بودند که برای تعطیلات به شمال ایتالیا سفر کرده بودند. هراس از انتشار ویروس کرونا از طریق مسافران ایرانی با نزدیک شدن تعطیلات نوروزی بالا می گیرد. چه برای مسافرانی که به شهرهای داخلی سفر می کنند، چه آنها که از ایران خارج می شوند. آنایتا شمس، BBC.